برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی داریم با علی عبدی، پژوهشگر دینی و کارشناس حقوقی از قم. جناب آقای عبدی، سلام و عرض ادب. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست بزرگوار و بینندگان عزیز، در خدمت هستم. تشکر میکنم جناب آقای عبدی. اگرچه طرح مالیات بر مهریه هنوز اجرایی نشده، اما علارغم تجذیب سازمان امور مالیاتی، تصور میشه عزم دولت ایران بر اجرای اونه. چرا دولت ایران دنبال اجرای این گونه طرح است؟ بفرمایید. ببینید، یکی از مشکلاتی که امروز ما به عنوان یک فرد حقوقی باهاش مواجه هستیم، تعدد بالای مردم برای خواست طلاق هست و درخواست و درخواست طلاق. متاسفانه غالب اینها هم مباحثشون مالی است و گرفتن مهریه‌شون، و عرض شود که خیلی ها هم به خاطر عدم توانمندی پرداخت مهریه، که البته اخیرا یه مقداری تسهیل شده و ظاهرا زنان نمیبرند فرد، اما قبل از اینها به خاطر عدم توانمندی در زندان بودن. دولت به نظر خودش اومده با این اگر ما بپذیریم چنین طرحی و تکسیبیه درست نباشه، عرض شود که جلوی این علاقه های شما رو بگیره، اما قاطع از این که اگر این تر اجراشه خودش ما بزرگی برای ایجاد الفت و ازدواج جوان و جوانان رو از این فراهم میده. من به نظرم دولت به جای اینکه بکنه به جیب مردم و بخواد با خرابات در آنش بده، باید فکرهای دیگری بکنه. به ماجرای این مبحث است. بله، چه موانعی بر سر ازدواج جوانان در صورت اجرای این طرح به وجود خواهد آمد؟ بفرمایید. ببینید، امروزه با گرفتاری های مالی بیشماری که در کشور ایران وجود داره، خب یالی استفاده که امر پیچیده و سختی شده برای مخصم اکوپسون هدایایی که باید داده بشه. مهریه هم به عنوان یک پشتیبان زندگی برای یک خانوم ممکنه تبدیل به یک امر برای تجارت، و آقا با این مسائل مواجه میشه که مهریه رو اینطور استفاده میشه از هست. حالا هم باید فکر این باشه این خانوم باهاش ازدواج از این خود سوء استفاده کنه، از این برای چیزی به دولت یه مخارج اضافه و هزینه اضافه ای رو در دوش آقا بار بذاری. خب مسلمه که یک آقا تن به باج نخواهد این شرایط، و در این ما بسرده تفصیل فساد کمک به جای اینکه بیم حوانه رو سر راه ازدواج برداریم و ازدواج کنیم، اینطور سخت‌تر کرد. من حقوقی کار این موضوع هستم و باید پاسخگوی مردم، 100% مخالفت میکنم به خود زحمت و در نتیجه پایین آمدن نرخ کشور. بله، و چه مشکلات شرعی در اسلام و در نگاه فقها نسبت به این طرح وجود داره؟ ببینید، خیلی از عرصت فقه ها که اصلا ممکنه مالیات رو، اصل مالیات رو حرام بدونن، همون که ممکنه برخی از فقه ها هم حرام ندونن، اما غالب این است که بحث مالیات رو علما حرام بدونن و که در این وجود نداشته. اگر که این اتفاق بیفته،
عرض شود خدمت شما که دامن زده میشه به روابط نامشروع، چون وقتی ازدواج صورت نگیره ناخودآگاه ارتباط نامشروع جایگزین میشه و این فوق‌العاده خطرناک خواهد. بله، با تشکر از شما علی عبدی، پژوهشگر دینی و کارشناس حقوقی از قم با ما همراه بودند.